پرویز میزبان و هنرمند پرآوازه است که آهنگهایش نوای غربت و همزمان امید زندگی است. او از درد مهاجرت و غربت میخواند که زمان خودش آن را تجربه کرده است. به عنوان یک آواره وضعیت برام تازه نیست. من از کودکی خود دچار سرنوشت شدم و تا حالا با قافله یا بگم کاروان آواره های ما همگام و همزبان بدیم. گاهی که خود گم میکنیم که در کجا شدیم، باز میایم دنبال از اونها تا خود پیدا کنیم در واقع. اما قطع نظر از یک وطن با آدمای خود معنا داره، با فرهنگ خود معنا داره، با آمال و آرزوهای خود معنا داره. درست است که ما میگیم که ما از بیرون، اما چندان صدای بیرون نمیدانم اینا را. چرا خود فاصله ما را از فاجعه جدا نمیکنه و همچنان که دل ما از محبت دوستان جدا نخواهد شد. اینا همه وطنداران هست، اینا افغانستان است، هر کدامش افغانستان است. موسیقی همیشه نماد زیبایی فرهنگی، نقطه وصل و تنوع قومی و زبانی در افغانستان بوده. هنرمندان معروف و زبانهای مختلف ملی این کشور آهنگ سرایدند و با سرودهایشان مردم را به همپذیری فراخواندند. داوود سرخوش برای سرزمین میخواند که کنون حاکمانش شنیدن صدای موسیقی را جرم میپندارند. از افغانستان ما فقط فاجعهش با خود نیاوردیم و خاک پدران ما اونجا مانده، باقیش با ما هست. با ما هست، ما در فرهنگ خود متوطنیم، در آواز خود متوطنیم، میان مردم خود هستیم و افغانستان فعلا به عنوان یک آرشیف بسیار کلان با موج آواره های ما این بار آمده به این سرزمین ها رسیده. بسیار با احتیاط و بسیار امانت دارانه باید باش برخورد شه و همه ما خوب روبرو شیم. بهتر است اوضاعی رقم نمیمونه که بیمونه. یک قلدوری آمده چپه کده، ممکنه قلدوری دیگه به چپیشون کنه. موسیقی زنده و شور و هیجان نوازنده ها و صدای تنین انداز داوود سرخوش به فضای این سالون شادی و هیجان بخشیده بود. افغانستان بودم، در جاغوری بودم، سالهای سال آهنگای داوود سرخوش میشنیدم و خیلی با این آهنگ خاطره خاص دارم با آهنگای داوود سرخوش. اما مدیریت برنامه با انتقاد شمار زیاد از تماشاچیان در رسانه های اجتماعی مواجه شد. از بهای تکت تا نامناسب بودن سالونی که کنسرت در آن برگزار شد. داوود سرخوش تور کنسرت هایش را از استرالیا آغاز کرد و در شمار از دیگر کشورهای اروپایی تا ماه جنوری سال آینده ادامه خواهد داشت. سوفیا سخی، پاریس.